درود بر همه یاران، امیدوارم که هرچه هستید خوب و خوش و سلامت باشید و برنامه رو هم صدا و تصویر رو به خوبی داشته باشید. برنامه امشب همونطور که از تیتر و پشت صحنه پیداست درباره توییت های پرزیدنت ترامپ هست و شرایط جنگی منطقه و میخوایم نشون بدیم به شما که خیلی تفاوت هست ما بین فردی به اسم پرزیدنت ترامپ و این اشغالگرانی که در کشور ما حکومت میکنند. میخوایم نشون بدیم که یک توییت 140 کلمه ای نهایتاً چه کارها میتونه انجام بده و چگونه تأثیرگذاری خاص خودش رو داره. همونطور که میدونید اوضاع منطقه از هر زمانی به شدت در همتر و به شدت نامشخصتر هست، به خصوص در مسئله سوریه. از یک طرف حکومت اسلامی هست، از یک طرف دولت‌های دیگر هستند که مداخله می‌کنند. اکنون هم پرزیدنت ترامپ دو توییت خیلی مهم نوشته که من این رو برای شما به نمایش می‌گذارم و می‌بینیم که پرزیدنت ترامپ چه گفته است در باب سوریه. یک لحظه اگه اجازه بدید. بله، همونطور که مشاهده میکنید در توییت اول پرزیدنت ترامپ فرمودند که روسیه وعده داده که هر موشکی که به سمت سوریه شلیک شود را ساقط میکنند. این رو من دارم ترجمهش رو میکنم که شما راحت تر بخونید. آماده باش روسیه، چرا که آنها خواهند آمد. خوب، جدید و هوشمند، شما نباید شریک یک حیوان باشید که مردمش را با گاز شیمیایی می‌کشد و از آن لذت می‌برد. اشاره است به اسد. و در توییت دوم پرزیدنت ترامپ نوشتند که روابط ما با روسیه اکنون از همیشه بدتر است، حتی بدتر از دوره جنگ سرد. دوستان، دوران جنگ سرد اگه به خاطر داشته باشید دورانی بود که دیگه داشت کار به قضیه حملات اتمی به همدیگر میرسید بین آمریکا و شوروی. الان پرزیدنت ترامپ گفتن که روابط ما با روسیه حتی بدتر از دوران جنگ سرد است. هیچ دلیلی برای این وضع وجود ندارد. روسیه برای کمک به اقتصادش به ما نیاز دارد. کاری که انجام دادنش خیلی آسان خواهد بود. و ما به همه کشورها برای همکاری نیاز داریم. مسابقه تسلیحاتی را متوقف کنیم. با علامت سوال پرسیدن پرزیدنت ترامپ. و همین دو توییت مختصر پرزیدنت ترامپ، ببینید که چه بر سر پول روبل روسیه آورده. در نمودار مشاهده می کنید که ارزش روبل روسیه از ساعت 3 بامداد تا ساعت 12 بعد از ظهر به چه میزان کاهش یافته. و این نشان دهنده فردی هست که با توییت، با 4 تا توییت، هنوز نه موشک شلیک شده نه اتفاقی افتاده، ارزش پول یک کشور رو میکشه پایین. نشان دهنده هوشمندی این فرد است، نشان دهنده درایت این فرد است. زمانی که ما خیلی 3 سال پیش احتمالاً پشتیبانی میکردیم از پرزیدنت ترامپ، بسیارانی بودند در این فضای مجازی، در این فضای فیسبوک، توییتر، اتهامات مختلف، نه این فرد دیوانه است و این فرد نمیتونه از دور جمهوری خواهان بالا بیاد. همین تلویزیون های بعضن لس آنجلسی
می آوردن، افراد رو می آوردن و مسخره می کردن پرزیدنت ترامپ رو. حال مشاهده می کنید که ایشون فقط به واسطه یه چند توییت ساده ارزش پول روسیه رو هم به زیر کشید. خبرهای بسیار مهمی در حال انتشار هست و مرتب پرزیدنت ترامپ هم داره هشدار میده. امروز من یک نقشه دیدم از مسیر پروازهایی که روی سوریه، گویا هیچ پروازی دیگه تو اون منطقه صورت نمیگیره، همه بستن و نشستن کنار، منتظرن ببینن چه اتفاقاتی قرار بیفته و خواهد افتاد. الان دوستان زیادی دارن می نویسن که به دستور پرزیدنت ترامپ 59 موشک شلیک شد. من خوندم یه جا دیگه 99 موشک، ولی خب هیچ کدام از اینها موثق نیست تا یک جای موثق این خبر رو تایید کنه که چند موشک شلیک شده. ما نمیتونیم این موضوع رو فعلا تایید یا تکذیب کنیم، ولی خب من منتظرم اگر خبر جدیدی در این رابطه اومد و خبر موثقی بود، حتما در همین برنامه هم به شما اعلام خواهم کرد. الان فعلا خبری نیست در این رابطه، یعنی از مکان موثقی، وگرنه چندین جا گفتن که 99 موشک شلیک شده، چندین جا گفتن 59 موشک شلیک شده، تعداد زیاد گفتن روسیه کلن پا پس کشیده و فرار کرده و خبرهایی از این دست انتشار داده میشه. ولی صحبتی که من دارم میخوام قدرت رو به شما نشون بدم، چیزی که ما در زمان اعلی حضرت رضا شاه بزرگ و به خصوص در دوران شاهنشاه آریامهر داشتیم، زمانی که صدام خیلی عرض اندام کرد برای ما، فقط شاه دستور داد که ارتش دلیر شاهنشاهی ایران بره یک مانور، یک نمایش قدرت ایجاد کنه در حاشیه مرزی رودخانه بین ایران و عراق، و همونجا صدام بلند شد مثل بچه آدم، اومد قرارداد الجزایر رو امضا کرد، فقط با یک مانور قدرت، چیزی که ما زمان اعلی حضرت داشتیم. الان پرزیدنت ترامپ داره نمونش رو اجرا میکنه. ما باید به اون نقطه برگردیم دوستان، به نقطه عظمت، به نقطه ای که 8 سال گرفتار یک جنگ بی سرانجام نشیم که بعدش هم با خفت جام زهر رو بنوشیم و از این صحبت های مهمل. تلاش ما، تلاش ملی گرایان مردم گرا برای این هست که به اون نقطه برگردیم. حال منتظریم که خبرهای دیگری بیاد و ظاهر بشه درباره این جنگ سوریه. ولی خب الان از سرداران و تهداران سپاه هم خبری نیست. الان من هرچی جستجو میکنم این دوستان اون نادانی که در سوئد نشستن کجا هستند، هیچ اثری ازشون نمیبینم. نمیدونم تو کدوم زیر زمین الان قایم شدن، تو کدوم سوراخ هستن الان. اینها میدونید که اینا برای ملت ایران، برای افراد مظلوم، برای کسانی که از خودشون وسیله دفاعی ندارند خیلی ارزندام میکنند. الان پرزیدنت ترامپ اومده نابش هم آورده، این تهداران کجا هستن الان؟ تهداران متحد و فلان و اینا کاری نداریم. ممکن هست که اگر مثلا بشار اسد متحد جمهوری اسلامی نبود، به علت سکولار بودن و به علت بسیاری مسائل دیگه من اصلا مشکلی باهاش نداشتم، ولی اکنون که متحد جمهوری اسلامی هست، خب این قضیه فرق داره. ولی این مسئله هم به کنار، ما الان دنبال اون
سرداران هستیم، اون سرداران اون نادان در سوئد، اون سرداران اون افرادی که خیلی ذوق و شوق میکردن، اینها کجاند؟ فقط بلدن که در سر ملت ایران بزنن و پولشون رو بخورند، چپاولشون کنند. ببینید پرزیدنت ترامپ انقدر هوشمند هست، این مرد انقدر هوشمند و با ذکاوت هست، همونطور که در پشت سر من میبینید این پیام نوروزیش هست. پیام نوروزی اوباما رو ما یاد داریم، میومد مثل بز اخبش میشست جلو دوربین، عید شما مبارک، تو سرت بخوره اون عید مبارکیت، از اون طرف هم با آخوند دست بده و پول گونی کنه بفرسته برای آخوند. ولی پرزیدنت ترامپ پیام نوروزیش رو هم نگاه کنید، قشنگ میاد مردم رو از حکومت ایران جدا میکنه، میاد میگه که جمهوری اسلامی دشمن ملت ایران هست، دشمن سرزمین بزرگ ایران هست و با نابودی جمهوری اسلامی بهترین دوستی بین ایران و آمریکا صورت خواهد گرفت. تفاوت هست. یه دم الان میدونم ناراحتن تو فیسبوک و اینها، میبینم البته الان خجالتی هم هستن دیگه، این همونایی بودن که میگفتن نه این که به قدرت نمیرسه، رئیس جمهور نمیشه، اینا هم الان ناراحت هستن وقتی میبینن مثلا عکس پرزیدنت ترامپ رو ما پشت سرمون گذاشتیم، آتیش میگیرن. در همین حاشیه ها دیروز هم در مجلس، در به قولی طویله، حالا مجلس که خیلی لغت خوبی هست، در طویله جمهوری اسلامی، شورای اسلامی ریخته بودند و در سر هم می زدند. این رئیس بانک مرکزی سیف اومده بود و اونجا نماینده ها هم ریخته بودند، یقه همدیگر رو می گرفته بودند و تو سر هم می زدند سر دلار. یعنی ببینید هنوز یک موشک، هنوز یک تیر شلیک نشده، اینها دارن تو سر هم می زنند و به هم ریختند. قیمت کالاهای اساسی، قیمت داروهای بیماریهای خاص میگن تا 50% هم بالا رفته. حکومت دزدان، در حکومت دزدان این اتفاقات داره پشت سر هم میفته. کشاورزان اصفهان از یک سو برخواستند، پشت به دشمن کردن، پشت به آخوند کردن، رو به میهن. و در جاهای دیگر هم قیام‌های کارگری و قیام‌های دیگر علیه این نظام شروع شده. در این شرایط، در این شرایط منطقه، ببینید اگر جنگ سوریه پایان بپذیره و نظام بشار اسد سقوط کنه، یکی از ضربه‌های خیلی بزرگ بر پیکره جمهوری اسلامی وارد خواهد شد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی در این منطقه حضور داشت و به واسطه رساندن اسلحه به حزب الله و حماس و غیره اون منطقه رو ناامن کرده بود و باج میگرفت به عبارتی. حال ببینید این دستش از این نقطه کوتاه بشه و دستش از عراق کوتاه بشه و دولت‌های منطقه‌ای مثل عربستان و غیره و غیره که دارند اصلاحات اساسی انجام میدن در ساختارشون، دیگه به عنوان دولت‌های اسلام‌گرای افراطی شناخته نشن. یک جمهوری اسلامی مونه و یک دنیا. رئیس رهبر کره شمالی هم که همونطور که مستحضر هستید به دستبوس آمد و قرار شد که بیاد و بر سر میز مذاکره بشینه با پرزیدنت ترامپ صحبت کنه. به هر حال همه این پازل ها رو که کنار هم بچینید، میبینید که شرایط بسیار اسفباره. امروز دیدم مثلا در اینستاگرام کمپین راه انداخته بودن، پول آتیش میزدن مردم، یعنی اینقدر هزار تومانی آتیش میزدن، اینقدر پول جمهوری اسلامی هم بیارزش شده که دیگه باش آتیش میزنند و خودشون رو گرم میکنن، سیگار روشن میکنن، نمیدونم از این صحبت ها.
بذارید من ببینم صدا هست اینجا، یه خورده صدا هم قطع و وصل میشیم. بله دوستان، این نکات امروز همه ما رو باید آماده باش نگه داره، همه نیروهای ملی، همه نیروهای مبارز، تا زمان سرنگونی آخوند. ما حقیقتا ننشستیم تا مثلا ترامپ بیاد کشور ما رو آزاد کنه یا از این صحبت هایی که هی ادهی انجام میدن. بله شما نشستید تا نه از این صحبت ها نیست، ولی یه حقیقت رو هم ما نمیتونیم ازش فرار کنیم. حکومتی که آخوند بر سر کار آورد، آخوندها رو بر سر کار آوردن در ایران یا همون جمهوری اشغالگر اسلامی، نقش کارتر که کارش تر زدن بود بر روان ملت ایران و ساختار کشور ایران، نقش پررنگی داشت و اکنون باید جبران مافات بشه. و بهترین جبران مافات این هست که دست یکایک این آخوندها و بچه آخوندها و جوجه آخوندها و بچه پاسدار اینها در خارج کشور قطع بشه، تمام منابع مالی اینها مصادره بشه. این کارهایی است که خیلی راحت پرزیدنت ترامپ میتونه انجام بده و تمام این گرین کارت هایی که حاج آقا اوباما تقدیم کرده به این بچه آخوندها همه ازشون گرفته بشه. صدای آمریکا و رادیو فردا ما هنوز منتظریم، منتظر پاکسازی صدای آمریکا و رادیو فردا از عوامل اصلاح طلب یا همون استمرار طلبان هستیم. این کارها که انجام بشه، روند سرنگونی جمهوری اسلامی روی دور تند میفته و این نظام به زودی با یک قیام ملی مردم ایران سرنگون خواهد شد. و دوستان فراموش نکنید در این بین هم یک عده نشستن از آب گلالود ماهی بگیرند. تیکه خواهان یکی از اینها هستند. هر تظاهراتی، بارها گفتم باز هم میگم، هر تظاهراتی، هر قیامی رو شما مشاهده کردید که شعارهای ملی درونش نبود، اینها خطرناک هستند. شعارهای ملی، شعارهایی باشه که صحبت از تجزیه باشه یا صحبت از قومیت باشه، اینها رو ما نداریم. شعار باید شعار ملی باشه. شعارهای قوم طلبانه شعارهای خطرناکی است، حمایت نباید بشه. دیدیم که تو این قضیه مردم جان به لب رسیده ی اهواز خب بیرون اومدن، یک عده این وسط اومدن از آب گلالود ماهی بگیرند. اینها از اندیشه ملی برخوردار نیستند. اگر اهوازی به پا خواسته، اگر عرب خوزستان به پا خواسته، باید یا خواستشون ملی باشه یا در همسط و همسو با ملت ایران باشند تا مورد حمایت مردم ایران واقع بشند. قیام دی ماه یکی از این قیام ها بود، قیام هایی بود که مردم به واسطه فقر اقتصادی، فساد اقتصادی، به واسطه دزدی ها، راندخوری ها، به واسطه نداشتن آزادی های اجتماعی، به واسطه خشک کردن آبها، به واسطه بیکاری و بدبختی به خیابون اومدن. ولی شعارها ملی بود. شعار یکی از مهمترین اصول هر حرکت و هر جنبشی است. اصلاح طلبان خیلی دوست دارن مثلا تظاهرات سکوت بذارن. چرا؟ فردا بگه نه اینا که اومدن بیرون دیدید که سکوت
نشان دهنده این بود که از وضع راضی هستن، فقط اومده بودن بگن که ما میخوایم یک تغییرات جزئی صورت بگیره. نه، نباید به اون سمت رفت، نه اجازه داد در هر تجمعی شعارهای تجزیه طلبانه و غیره داده بشه، سریعا باید متوقف بشه، در نطفه خفه بشه، چون میان 10 تا جیره خور دولت های استبدادی میان داخل این تجمعات و میخوان این شعارها رو بدن. شعارها باید ملی باشه، شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران باشه، شعار میمیریم میجنگیم میمیریم ایران رو پس میگیریم باشه. هیچ کس نباید بگه میجنگیم میمیریم اهواز رو پس میگیریم، مگه اهواز فقط اشغال شده؟ پس اینها رو هم دوستان دقت کنید. درودی دارم خدمت همه یاران که دارن برنامه رو تماشا میکنن. دوستان میگن صدا خوبه. حمید شریفی عزیز، سفدا میگن که چقدر اشتباه هست که پول آتیش بزنن، میتونن همونو کمک کنن به کسانی که نیاز دارن. من حالا نظر خاصی راجع به فلسفه این آتش زدن یا نزدن و این کمپینی که پول آتیش میزنن ندارم، ولی شاید اینها بخوان بگن که انقدر پول بیارزش شده، این پول جمهوری اسلامی، که با یک کاغذ برابر شده. شاید فلسفه اینها این بوده. انوشکا میگه که یا شعار الله اکبر ندهند. دقیقا این نکته‌ای که انوشکا گفت نکته بسیار مهمی بود دوستان. الان شعار الله اکبر به خصوص یکی از شعارهایی هست که هر جا ببینید در دنیا فکر میکنن که یا دارن سر میبرن به خاطر کارهایی که داعش انجام میداد و الله اکبر سر میبرید، الله اکبر نمیدونم از کوه پرت میکرد پایین و اینها. این شعار هم شعار خوبی نیست، اصلا این شعار معنی نداره برای کشور آریایی ما، برای یک حرکت ملی، یک قیام ملی. شعار الله اکبر معنی نداره. این رو هم اشاره خوبی کردن که از این شعار هم بپرهیزیم. من هم چند مدت پیش گفتم که این شعار الله اکبر هم شعار خوب نیست. شعارها ملی، شعارهای ملی رو در قیام دیماه دیدیم. در قیام دیماه دیدیم که تمام شعارها ملی بود، تمام حرکتها ملی بود و دنیا خیلی مهمه. شاید یه عده بیان داخل شعار بدن. بازتاب بسیار مهم هست. اینجا که بشینید خبرها رو بخونید، هافینگتون پست رو بخونید، سی ان ان رو ببینید، فاکس نیوز رو ببینید، روزنامه حریت ترکیه رو ببینید، روزنامه های کشورهای دیگر رو ببینید، میبینید که شعار خیلی مهمه. تو همین روزنامه حریت ترکیه مصاحبه‌ای که با شاهزاد داشتن، تمام تیکه هایی که مردم شعارها در حمایت از پادشاه میدادند رو بریده بودن و پشت سر هم پخش میکردند. خب ذهن مخاطب، 80 میلیون در ترکیه زندگی میکنن، ذهنشون میره به این سمت که یک ملت به پا خواسته و خواستار بازگشت نظام پادشاهی است. وقتی که نیکی هیلی میره در سازمان ملل و شعارهای ملت رو میخونه، این تأثیر بسیار داره. پس روی مسئله شعار بسیار بسیار دوستان کار کنید، بسیار دقت کنید. خود تظاهرات و خود حرکت و خود همه اینها یک طرف است، شعار اون حرکت هم یک طرف. شعار بسیار مهم است. آرش ایرانی میگه نمیدانم چرا خبری از قاسم سلیمانی نیست، همیشه تو این مواقع باید واق واق میکرد. آرش جان، تو این مواقع اتفاقا اینها خبری ازشون نیست. مواقع همه مخفی شده، جیلت ها رو به دست گرفته، آماده هستند،
ریشو بتراشند و ده فرار. آخوند رو که میدونید، فلسفه آخوند رو اگه دوستان نمیدونید من براتون توضیح بدم. آخوند جایی که زورش برسه تو سر زیر دست میزنه، جایی که زورش نرسه شروع میکنه گریه کردن، شروع میکنه التماس کردن. خامنه ای دیدید که دوبار مردم در سال 88 و سال 78 که به خیابون اومدن و همین چندی گذشته شروع کرد گریه کردن. اگه عکس منو پاره کردن اب نداره و نمیدونه از این صحبت ها. فلسفه آخوند این هست. برای همین من همیشه میگم چوب خیلی خوب جواب میده رو اینها. زبان چوب رو میفهمن. تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر. اینها آخوندها زبان چوب رو خوب میفهمن. زبان دیگه ای زبان گفتگو و زبان نمیدونم دیپلماسی، این چیزا حالشون نیست. جریان این هست دوستان. احمد ایرانی هم نوشتند که ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. یکی از شعارهای درخشان بود که از مشهد هم آغاز شد این شعار. شعار ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. دقیقاً در این موقعی که دلارها و پولهای مردم رو خوردند، جالبه پول مردم رو خوردن، شب میان تو تلویزیون میگن دلار 4200 هست. بعد فردا صبح مردم میرن میخرن، میگن کی گفته 4200؟ میگن این جهانگیری گفته، معاون روحانی. میگن جهانگیری فلان چیز خورده که اینو گفته. دوستان رفته بودن دیگه، بچه های داخل رفته بودن دلار بخرن، گفتن دلار جهانگیری گفته 4200 است، گفتن جهانگیری فلان چیز خورده که گفته 4200، برید پی کارتون. خب این شده حکایت ملت بیچاره داخل کشور. بعد تهدید میکنن هر کی دلار خریده رو ما میایم دستگیر میکنیم، زندانی میکنیم. مردم حق خریدن دلار هم ندارن. ولی خب وقتی که با آخر برسه، به قول معروف میگن مورچه وقتی که با آخر عمرش میرسه بال در میاره و اینها هم دیگه بالهای آخر رو دارن میزنن. همه ما میدونیم که پولها چه شده، دلارها چه شده. اصلا من هیچ کدوم از این تحلیلها رو قبول ندارم که انجام میدن. من همیشه گفتم از زمان قیام دیما که یک بار دلار جهش کرد و رفت بالا، دلیلش این بود که تمام این آخونده و بچه آخونده و نمیدونم بچه پاسدار و بچه سرمایه‌دار و آقازاده و غیره و غیره پولهای مردم رو، پولهای دزدی رو همه تبدیل به دلار کردند، از کشور گریختند، رفتن خونه و ملک بخرن، چون فهمیدن وقتی که ملت شعار روحت شاد رضا شاد دادن پایان آخوند. تحلیل من این بوده، همیشه هم خواهد بود. به بقیه تحلیل ها کاری ندارم. پس ایران که شاه نداره واقعا حساب و کتاب هم نداره. احسان نصرآبادی میگه درود بر شما، خسته نباشید. شما احتمال این جنگ احتمالی روسیه و آمریکا به کجا می انجامد؟ چه پیش بینی میکنید؟ حقیقتا من فکر نکنم روسیه خیلی بخواد سر این موضوعات سرشاخ بشه با آمریکا. آمریکا یک قدرت بلا منازع است و خب هممون میدونیم، شوخی هم نداریم، اگر که جنگ آمریکا و روسیه به صورت خیلی جدی در بگیره، صورت بگیره، یعنی جنگ جهانی سوم. خیلی دولت ها در اونش دخیل میشن، از جمله خود ایران، از جمله چین، از جمله کره شمالی، کره جنوبی، از این طرف سوریه، عربستان، قطر، ترکیه، همه درونش شرکت میکنن. یعنی یک جنگ جهانی سوم رو شاهد خواهیم بود. فکر نکنم روسیه همچین حماقتی رو انجام بده و پاسخ بده در این مسئله با آمریکا. چون این معنی پاسخ دادن، مثلا الان آمریکا چند تا موشک خواست بزنه، حالا میگفتن روسیه هم گفته ما با S-400 موشک هایی که میاد رو میزنیم، به منطقه‌ای که موشک هم حمله شده حمله خواهیم کرد. این رو روسیه گویا گفته.
خب این به معنی جنگ جهانی سوم هست، معنی دیگه ای نداره. من که تصور نکنم شرایط دنیا آماده جنگ جهانی سوم باشه. احتمالا آمریکا حمله خواهد کرد، احتمالا یک درس عبرتی خواهد داد و پرزیدنت ترامپ هم نشون داده که مرد عمل هست، ولی انسان هوشمندی هم هست، جایی که بتونه با تهدید طرف رو به زیر میکشه. با تهدید، 4 تا تهدید علیه رهبر کره شمالی باعث شد که طرف بیاد بگه که بیاد بشینه سر میز مذاکره. بعد میدونید جالب بوده، گویا اینها از این راه ها هم استفاده میکردند و در بورس، مثلا کره شمالی، یکی از دوستان این رو میگفت، میگفت که منبع درآمدش از این هست که میاد و با مثلا یه موشک میزنه آزمایش میکنه. خب بورس جهانی رو تحت تاثیر قرار میده، بعد این میره سهام های ارزون رو میخره، 2 روز دیگه که آبا از آسیاب افتاد میفروشه. یعنی یک همچین کارهای اینها پول به جیب میزنن و همچنین حکومت آخوندی. و خب پرزیدنت ترامپ هم این موضوع رو فهمیده و سفت و سخت ایستاده. دوستان اشاره میکنن تورج عزیز 59 موشک دقایق پیش زده شده. من اگه اجازه بدید یک نگاهی بیندازم ببینم این خبر صحت داره یا نه، چون من چند بار شنیدم. الجزیره عاجل، نه این که چیزی نگفته. نه این 59 موشک فکر نکنم صحت داشته باشه، چون خبرگزاری های بزرگ رو که چک میکنید میبینید که فقط هشدار پرزیدنت ترامپ بوده. ولی خب بهتون نشون دادم که چگونه این هشدار، چگونه یک توییت 2 خطی، دوستان ببینید، ارزش روبل روسیه رو از ساعت 3 نیمه شب تا 12 ظهر فرداش به چه میزان به زیر کشیده. نشان دهنده قدرت هست. پرزیدنت ترامپ توییت میزنه، یکی مثلا مثل حسن کلید و خامنه ای و اینها هم توییت میزنن، دنیا ککش هم نمیگزه دیگه. نشان دهنده قدرت هست این موضوع. آرمان عزت پناه میگن که آقای میرقادری الان باید تظاهرات های خارج رو سازماندهی کنیم. من همیشه گفتم که باید کمیته های محلی شکل بگیره آرمان جان، یعنی مردم و افراد در یک منطقه مشخص بیان و کمیته شون رو تشکیل بدن. در مثلا نروژ، من همیشه میدونم که آرش مهدوی و سایر دوستان هستند. در لس آنجلس دیدم بارها بانو محبوبه حسین پور هستند و تلاش میکنند. باید سعی کرد که این پازل های جدا افتاده به هم بچسبند و کمیته های محلی شکل بگیرن. این کمیته های محلی کمک میکنند که موضوعات به صورت محلی اداره بشه. روز صورتی هم نوشتن که ای شاه ایران برگرد به ایران، این هم شعار ملی است. شعارهای ملی خوب هست که مدام تکرار بشه، نوشته بشه، ولی بهترین شعار و کاملترین شعار و کاملترین حتی هشتگ در توییتر و فیسبوک، هشتگ جاوید شاه هست پشت سر هم. خیلی این هشتگ تأثیر داره.
علیرضا ابراهیمی نوشتن که روسیه ناوگانش رو از نزدیکی احتمالا میخواستن بنویسن سوریه بیرون برده. این آخرین اخبار هست. من هم کماکان منتظرم ببینم خبر جدیدی گفته میشه در این رابطه یا نه. فعلا همش در تهدید فاکس نیوز رو نگاه میکنم، جاهای دیگر رو نگاه میکنم. وزیر خارجه ترکیه هم گفته اسد باید از حکومت سوریه کنار گذاشته شود. اسد حیوان بیش نیست. خب این لغت حیوان رو خود پرزیدنت ترامپ اولین بار به کار برد. هواپیماهای آمریکایی هم گویا در ترکیه حضور دارند. یه تصویر هم دوستان بذارید من بهتون نشون بدم. گویا هواپیماهای جمهوری اسلامی هم آماده حمله به نیروهای آمریکایی شدند. دوستان از توییتر عکس این هواپیماها رو گرفتن و فرستادن. من الان برای شما هم به نمایش میگذارم، شما هم ببینید که این هواپیماهای آخرین مدل جمهوری اسلامی دو نفر سرنشین ساخت آخوندهای حوزه علمی چگونه آماده هستند که پرواز کنند و حمله کنند به نیروهای آمریکایی در سال حمایت از کالاهای ایرانی. این هواپیماهای جمهوری اسلامی هم آماده پرواز و حمله به نیروهای آمریکایی شدند. نمیدونم واقعا چه فکری میکنن اینها. شاهنشاه آریامهر زمانی هواپیماهای F-16، تامکت، غیره و غیره و غیره و خرید برای ایران و ناوگان هوایی ایران رو بسیار قوی کرد، ارتش پنجم دنیا رو ساخت. اینها هم چهار تا از این چیز ملخی ها درست میکنن، پروازم نمیکنه، فقط یه دور رو زمین میزنه، میچرخه دور خودش، دوباره میاد سر جای اولش وای میسته. اسمش هم گذاشتن تولیدات داخلی. اینجا والا اسباب بازی هاشو خیلی شیکتر میسازن از این حلبی هایی که درست میکنن اینها. نمیدونم، خجالت هم نمیکشن. خلاصه بذارید ببینیم که خبرهای دیگر به چه صورت هست. طبق خب در اینجا هم که خبری نیست. این قضیه آتش کشیدن پول ها هست و به هر حال خبرها و صحبت ها بسیار هست دوستان. منتظر باید نشست، منتظر باید نشست تا ببینیم که این نتیجه این جنگ و این درگیری به کجا خواهد رسید، چون که بسیار تأثیرگذار خواهد بود روی سرنوشت ما ایرانیان. دوستان یک تصویر دیگه هم فرستادن، بذارید من نشون بدم. دوستان فردا میگن دلار 4200 تومان میخواد بشه و البته این دلار 4200 تومانی هنوز عرضه نشده. حتما این دلاری که عرضه میشه با این تصویر هست که حتما تهیه کنید و لذتش رو ببرید. بفرمایید اینم دلار آقای جهانگیری هستن که قرار 4200 تومن عرضه بشه. با اون دلار آمریکا یکم تفاوت داره این دلار.
این هم جریان دلار جهانگیری. به هر روی بله، علی رضای عزیز هم نوشتن که شاهنشاه خودش به چندین زبان مسلط بود. تورج عزیز نوشتن نیروهای هوایی ایران زودتر از آمریکا صاحب F-14 شدن. دقیقا تورج جان، چون که همیشه شاهنشاه چند پله جلوتر از همه بود، ولی خب مردم قدرش رو ندونستند. بعضی مواقع ما قدر کسانی که چند پله جلوتر هستند رو نمیدونیم. امروز این رو هم بگم و برنامه رو ببندم. امروز سایت دویچه وله خبر کامران عزیز رو هم کار کرد. دوستان کامران قادری رو هم فراموش نکنید و مرتب اطلاع رسانی کنید در زمینه حقوق بشری. کامران و کامران ها رو ما نباید تنها بگذاریم. یک زمانی همه میشستیم و تعریف و بهبه و چهچه و غیره و غیره، ولی الان موقعی هست که باید از هر راهی که رسید تلاش کنیم فشار بذاریم که خبر ایشون کار بشه. دویچه وله کار کرد، دستش درد نکنه. البته دویچه وله هم از مجموعه فعالین حقوق بشر منبع را آورد. هر جایی که دستتون میرسه فشار بذارید و اطلاع بدید که خبر کامران رو کار کنن. کار کردن خبر ایشون کمک میکنه به مسئله کمتر شدن فشار بر روی ایشون، آزادی سریعتر ایشون، و خیلی خیلی مهم هست. دوستان من نگاه کنم اگه دوستان نظری ندارن برنامه رو به پایان ببرم. خب دوستان نظراتی دارن ولی که در حال گفتگو و بحث هستن. به هر روی نمیخوام برنامه طولانی بشه، فعلا بدرود میگم به همه عزیزان. تا درودی دیگر بار منتظر اخبار جنگ هم خواهیم بود و امیدوارم هرچه سریعتر با یک قیام ملی قبل از هر جنگ و درگیری که همه میدونیم مسببش جمهوری اسلامی هست، وضعیت ایران و وضعیت منطقه و وضعیت دنیا رو به یک حالت عادی و نرمال برسونیم. بدرود عزیزان. جاوید شاه، پاینده ایران، در پناه هورمزدای ایران.